با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این 25 روز از 7 ماه در 14 سال از 3 هزاره بارا توضیح دادم این مطلب رو که وقتی اینجا نشستی، وقتی با ثانیه و دقیقه طرف هستی، وقتی میفهمی که این ایام عمر چه زود میگذرد و چگونه ما در غفلت و بازیگوشی به سر میبریم. خیلی ملت بازیگوشی هستیم. از جمله بازیگوشترین ما این 16 ماست. این 16 دل منو برده. این توپ پاره پوره همه با تلمبه افتادن بادش کنن. بابا این توپ پاره است، این قابلیت باد کردن نداره. نمیتونی با این فوتبال بازی کنی. نامه ریاست شورای ملی ایران به دبیرکل سازمان ملل. نوشته که آقای رئیس، بعضی ها با سکوتی مغرضانه در رابطه با حکم اعدام ارژنگ داوودی به ناگاه مثل بچه های خیابانی که لج می کنن از زندانی اختصاصی دربار آخوند دعانویس بروجردی حمایت می کنه و نامهی به سازمان ملل می نویسه در رابطه با وضعیت این آخوند. شرم بر کسانی که شرف و انسانیت ندارن و با عوام فریبی روزگار میگذرن. آقای رئیس یا شهروند، هر چی که اسمت هست، ارژنگ داوودی نیازی به تو و حمایت تو نداشته و ندارد. ارژنگ یک انسان شجاع و سکولار است که باعث سربلندی همه ماست، نه باعث سرافکندگی. خوشحالم که چهرت از پس نقاب روز به روز بیشتر آشکار میشود. سعی کردم حسابش نکنم، ولی بر عوام لازم است که هر از گاهی یادآوری کنم که بتشان کیست. این یه مطلب. اما ببینیم که خودنویس در این باره چه میگوید. نامه ریاست ملی ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره آقای بروجردی، روحانی مدافع سکولاریسم. موضوع کارزار بین المللی برای آزادی آقای بروجردی از زندان اوین. عالی جناب، من نیز به هموطنان میپیوندم. ببین اول یارو اگه سکولاره، اگه آخونده و سکولاره، این عمامه رو وا میکنی میذاری زمین. چون معنا و مفهوم دقیق سکولار یعنی عدم تبعیض. ولی تو وقتی عمامه بسی کله، شالی انداختی به کوله، یعنی تو متفاوتی، تو پیغمبری. خب اصل پیغمبریشو بهت نشون داد که یارو گفت آقا خیلی احمقی بابا. معنای سکولار یعنی این که تبعیض نباشه، فرقی بین این نباشه. شما خودتون لباس میبوشی، میگی چرا؟ میگی مکانیکم لباسی هم مکانیکه لباس میبوشه، برای اینکه لباسش روغنیه، کثیفه. دکتره لباس میبوشه، دکتره لباس میبوشه، روپوش سفید میبوشه که نشان بده پاک، پاکیزه است، کثیف نی. تو چه اینا چه استدلال؟ معلم هم لباس میبوشن، نجار هم لباس دارن، بقال هم لباس دارن، هر کسب و پیشه یه یونیفرمی برای خودش داره. مگه اینکه تو کسب و پیشه باشی، اون یه بحث دیگه است. پیشه‌وری، خدافروشی، دینکاری، یه متاعی عرضه میکنی، فروشنده‌ای. اگه سکولاری اول عمامه رو میکنی. نگاه کن تاریخت، نگاه کن دیگه. قرة العین اول چادر رو کند اومد تو خیابون. اول کار، شرط اول قدم آن است که سالک باشی. نمیتونی که دلا دلا که نمیشه، شطور سوار شد که. ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم.
این سکولار نی رفیق، چرا دروغی میگی؟ سکولاره، سکولار آخون نمیشونه سکولار باشه. آخوند خوب نداریم، این آخون خوبه اون آخون بهتره، اینا نداریم. اصلا اینا نداریم، این چیزا نداریم. آخونده، برو به عنوان یه آخوند ازش دفاع بکن، حق شماست. ازش دفاع کن به عنوان یه آخوند، بگو آخونده هست گرفتنش، چون با دستگاه دولت نی آخونده رو گرفتن دارم کتکش. اینجور دفاع کن ازش، حق همه است. اما نگو سکولاره. آخه چرا همه رو تنزل میدهی؟ چرا همه چیز رو ارزشش رو کم میکنی؟ یعنی این که خانه جدایی دین از حکومت است، یعنی سکولار است، یعنی سکولار. نه آقا، فهم کن. دیدی باز نوری الان این کلمه مفاهمه استفاده کرد، این مفاهمش منو کشته. یعنی بفهم، افهم، افهم عبدالله. سنگ قبر میذاره، وقتی تو قبر میذارش میره بالا سرش وامیسته بهش میگه افهم، افهم عبدالله، بفهم. حالی که مرده، تو زنده بود نفهمید، حالی که مرده بهش میگه، سر جنازه مرده جنازه رو تکون میده، میگه افهم، افهم عبدالله، اشهد ان لا اله الا الله. ای بابا تنزل میدید، به جای اینکه رشد و تعالی در کار باشه هی پس میدی، عقب گرایی، بدبختی. چون اینا نفهما بر سر کارن، بوتت نفهمه، نمیفهمه، تو سینش گفتم نمیفهمی. 2010-11 کی بود؟ ژانویه ای بود، قبل از کنفرانس استکهلم. آهی خادم سازگارا، چی شدن اونا؟ چی شدن اصلا؟ کجا رفتن؟ خودش کجا رفت؟ گفت من دو ما دیگه سعی قبرت میخواد بنویسی، دو ما دیگه میرم، خودم میرم. مثلا یه نفری رفته به کانادایی ها میگه 1 میلیارد بدین وقت من سرنگونی میکنم، من حاضرم چی معامله بکنم، من حاضرم. اگه نکردیم و من پولا چجوری از تو پس بگیرم؟ اینو به من پاسخ بده. چون یه معامله مدت المعلوم مبلغ المعلوم، هر معامله هم مدتش باید معلوم باشه، زمانش معلوم باشه، مدتش معلوم باشه، قیمتش معلوم باشه، در چه مدت، و اگر نکردی چجور پول رو تو پس بگیرم. 500 تایی که اونا گرفتی تو اندیشه درمانی خورد با تو تاج بخش، چیکار کردی؟ اونا پولا کوشن. نگو سکولا، بگو یه آخونده گرفتنش. در حالی که الان ماجراهای دیگری در بین است، یارو دارن اعدام میکنن، 8 نفر دیروز اعدام کردن، 5 نفر اونجا اعدام. نگاه کن از روزی که این علقه مزگا اومده سر کار، این دیپلومات های ورزیده شون همجوری با قیر و قنبیله اومدن وسط میدون، و اپوزیسیون همسو، اصلا لغت ها رو شما نگاه کن، تو رو حضرت عباس گوش بده، تو رو ارواح خاک مردگانتون گوش بدی. آخه ببین، آخه میشه اپوزیسیون مگه میشه همسو باشه؟ این اپوزیسیون اینه، در تقابل با اینه، مقابل اینه. چطوری میتونه همسو باشه با این سو؟ در یه راستا باشه، کل پدر هرچی خره. و میگه چرا عصبانی، چرا فوش میده، چرا بیتربیته.
اصلا شما نگاه کن، از اینجا شروع میشه، از همینجا، از کلمه شروع میشه. همه با هم گفتم آقا این مزخرف میگه، معنی نداره، بچه بودم. بیست و سه سالم بود. آقا مزخرف میگه، آقا این داره بیست مزخرف میگه. آخون نمیتوانم، آخون یه اندیشه بیشتر نداره، شکم و زیر شکمش. اصلا شما ببین، میگه آخوند سکولار، آخوند خوب، اول امامه رو بکن. نمیفهمم اتون. من نیز به هموطنان میپیوندم، به پکاره میپیوندم. و جدا بودی تا حالا، و چرا میگی من شهروندم؟ آقا رو کلمات دقت کن برادر. همشیره، خواهر محترم، عزیز دل برادر، من هم به هموطنان میپیم. من تو شهروند، و تو گفتی من یه شهروند سادم که پس چجوری حالا میخوای بپیوند؟ تازه میخوای به هموطنان بپیوند؟ تا حالا کجا بودی؟ خجالت بکشید آقا، خجالت. اینقدر آدم ها، اینقدر رزاله، اینقدر پستی، اینقدر فرومایگی، بدبخت پدر بزرگه، بیچاره رضا شاه، بیچاره محمد رضا شاه، چه دلی سوزاندن برای وطن، چه تخم ترکه ای جا گذاشت محمد رضا شاه. رضا شاه اینا تاریخ دیگه، اینا دست من نی. میگه نه برو کتاب مرده رو بخون، نعاوندی رو بخون، برو کتاب میلانی بخون، برو کتاب شاهد زمان دکتر ودی بخون. ببین چه خون و جگری میخوردن اینا. میگه در هنگامه رشد سازندگی، سیستم اداری، سیستم فرسوده، عقب افتاده عصر پیش رضاشاهی. در هم نعاوندی میگه، هم عباس میلانی به روایت دیگه میگه، هم دکتر ودیعی و زبان دیگری میکنه. رضاشاه پسر 6 ساله رو اوورد تاج کرد کلش، و ارتش گفت حق نداری بری پارچه فاستونی بخری انگلیسی، کازرونی، کارخونه داخلیه تولید میکنه، آقا از اینا تولید کنید، برای ارتش لباس تولید کنید، پارچه های زبر و خشن. و بچه 6 ساله رو اون لباس ها تنش میکرد، میو میخوام برم ولز تو هم بیا، میخوام برم فلانجا تو هم بیا. بچه 6 ساله رو قل قل دنبال خوش. وقتی فرستادش به فرنگ در نمان 12-13 سالگی، بچه رو برای 3-4 سال فرستاد فرنگ، که هیچ کدوم اینا الحمدلله رب العالمین این خاندان درس نخوندن، یک دونه شون درس نخوند. برای همه هی کیف میکردم، بهشون دکترها افتخاری میدادن. نمیفهمی معنی دکتر افتخاری رو؟ نمیفهمی خواهیم که واقعا دانشمند شهیره. پیزیلا پالونش میکردن، عقده میدید، جوون از یه طبقه فقیر پابرانه به قول قدساده اومده رفته مدارج عالیه رو در دانشگاه های عالیه طی کرده، فوق تخصص برگشته، خوشی چی نکرده. علا ایها رضا شاه وقتی محمد رضا شاه رو به فرنگ فرستاد، با پیش قراول و پس قراول و عمل و اکره، بهش گفتش شما هفته یه نامه می نویسی،
به همین دلیل محمد رضا شاه خط فارسیش خوب بود. هفته یه نامه می‌نویسی، از شهر حالت می‌نویسی، من نمراتو میگی، معلمت میگی. به چشم و گوشاش هم گفته بود که بگید این راست میگه دروغ میگه چجوریه. میترسیدن از رضا شاه، میشد بهش دروغ بگی؟ میفهمید که باباتو در میورد که. تربیت کرد بچه رو. وقتی 17-18 سالش بود از سوئیس برگشت، گو آقا بیا تو جلسات تو نقش دیلماج رو تو بازی کن، مترجمم باش. 17-18 سالش بود، مترجم پدرش شده بود، گوش میداد. رفت زنگ یارش گرفت، 20 و چند سالگی فوزیه رو براش گرفتن، سنتی دیگه، خواستگاری. فوزیه رو از یه خانواده اشراف سلطنتی آوردن توی خانواده تازه به دوران رسیده ها، بهشون گفتن تازه به دوران رسیده، آورد تو خانواده تازه به دوران. خب دختره نمون، فهمید اینا همه پاپتی هست، مثل همه آخوندان. خامنه‌ای جاشه که بشه رهبر ایران، احمدی نژاد جاشه که بشه بچه آهنگره و بره آهنگری کنه در دکون باباش، حالا رفته درس خونده بره هم اونجا یه کار ساختمانی بکنه، این بعد بشه رئیس جمهور ایران. برو یاکو میگه خونه داره میسازه اونجا، ساخته برج درست کرده تو نارمنگ میدون 72. بابا اونایی که اون منطقه رو بلدن میفهمن چی میگه. وقتی زنداش نهار یک ساعت و نیم هر روز باید میرفت پیش شاه، میشه شاه یعنی پیش رضا شاه میشست، نهار با هم میخوردن، حرف بهش میزد، توضیح براش میداد، تعلیمش میداد. عاقبتش این شد که ما به این بدبختی فلاکر رسیدیم. مردان بزرگ، قوام بهش گفت الهزر ماشاءالله خوب بزرگ شدن، این چه تأخیرش کرد؟ من هم با شاکه اینجا حرف نمیزنه که آقا گفت الهزر ماشاءالله خوب بزرگ شدیم، ماشاءالله بزرگ شدیم، تأخیرش کرد. اینا در دور برش بودن. عاقبت کار اینه که میبینی خمینی بر سر اون حاکم کرد. شریعتی درست کرد تومه سر قلاب، هرچی مایسی های کچوله بگیریم. بابا اینا رو ولشون کن، اینا کاری نمیتونم بکنیم، بچه خوردن تو خیابون چه اتفاقی برات میفته؟ هیچ کاری زورش نمیرسه. گفتم این امیر حسین فتانت این کتاب یه فنجون چای بی موقع نوشته، بعد 40 سال ماجرا رو نوشته، راستش نگفته که این در حقیقت نه از حب علی، از بغض معاویه است. در حقیقت جواب بده به اون یکی دیگه، پرویز ثابتی، بگه همه این نقشه دروغ، دروغ تاریخ رو این پرویز ثابتی نوشت. گلسرخی اصلا تو زندان بود اون موقع که این حرفا مطرح شد، اصلا ربطی از بدبخت ربطی به این داستان نداره و تا اون لحظه سابقه نداشت کسی رو به خاطر حرف زدن بگیرن اعدام کنن. حرف زده بود بیشتر که نکرده بود، دستی به کسی زده بود، مثل مهمل باف دروغگو پاسبان زده بود، نکرده بود این کارا که کرامت دانشان چی حرف زده بود، چیکار کرده بود. بعد خنده داستان، خنده دار بخش مضحک قضیه، مثل این مضحک، مثل اون مضحک، مثل اون یکی مضحک دیگه، مثل اون یکی، مثل همه این دلقکایی که تاریخ معاصر ایران شاهده
ظهور و بروزشون هست. دو تا آدم مثل علیرضای نوریزاده، مثل جمشید چالنگی، هر دو مدعیان که ما زبان عربی رو پرفکت بلدی. من نمیگن این حرفا رو، من نمیگم من از شرق و روسن، من رفتم دفاع کردم، من نمیگم این حرفا رو. اون جمله ای که گل سرخی در دادگاه میگوید که زندگی یعنی جهاد در راه عقیده، از امام حسین نقل میکنه، میگه این جهاد میبینی این گفته یعنی مثل داعش، یعنی مثل جهاد اسلام، مثل داعش و مثل اینا. آدم دو مشتی نزنه تو چله چله خودش، آدم بدبخت نباشه اینا رو گوش بده. شما میگی ما عربی بلدیم، راسی هم بلدین، نه اینکه بلد نباشین، ولی چرا اینجوری تعریف میکنی؟ چرا بحث جهاد عقیده رو میگی جهاد سلفی؟ مثل این نها که فیلمش دیروز نشون دادم از سر کوگار رو پرت میکردم پایین، همه چیزها رو مخدوش کنیم، قرقاتی کنیم به نفع یبشیره. این نشد که با اینجوری نیست که زندگی این معنا نداره که. این سکولار معنی داره آقا، آقا یه بی خودی کلماتو الکی به کار نبرید، الکی نگید، چرا بی اعتبار میکنی؟ چرا جهاد در راه عقیده رو میگی جهاد اسلامی، جماس؟ چرا اینجوری تعریف میکنی آقا؟ ازش تو همین با وفا نشسته چالنگی بهش میگه که آقا شو اوضاع عراق رو چجوری پیش بینی میکنی؟ آقای چالنگی خیلی بادی در قبقب میاندازد و میگوید که ببین فیلمش هست، مردم ریپورت داره، برو اونجا نگاه کن، کاوه نازنین تو مردم ریپورت گذاشته. چه اوضای عراق البته نمیشه پیش بینی کرد، خیلی سخت، ولی چند سال پیش میشد پیش بینی کرد که همه اتفاق امروز میافته. آه جبلی قمقم، ای جبلی قمقم، به چه رکوردی میزنی. 5 نفر تلفن کردن، 5 دقیقه وایسادن. دیروز 3 نفر تلفن کردن رادیوی ما رو گوش دادن، 2 دقیقه وایسادن. رکورد ها واقعا افسانه ایه. چقدر علاقمندن این رفقای ما، ولی اونا رو دوست داره. آرزا دمت گه. نمیدونم از کجاش بگم، نمیدونم، بذار یه درنگی بکنیم و برمیگرد. میگوید که در خبرها آمده است که سناتورها و آقای کرک و مندز و دوستانشون که مخالف این وضعیت اتم و توافق و این بساط هستند، دارن یه حرکتی میکنن که دستگاه ادمنیستریشن یا وایت هاوس رو یه جوری ممانعت کنن از اینکه این 2,800,000,000 دلاری رو که قراره از بابت این توافقای به دولت ایران به صورت نقدی پرداخت کنه، اینو باید یه جوری پرداخت کنه که در حقیقت به لامکرا، به قانونگذاران، به مجلسیان یه گارانتی بده دولت که جمهوری اسلامی این پول رو نمی بره ما بهش بدیم از این و این وعده رو بره بده به تروریستا. آقای خامنه‌ای دیروز اعلام کرده اون ورم شروع کنید، اون ورم اسلحه بدید، و اون ورم شروع کردن، 2 نفرم اون ور کشته شدن. Before the releasing 2.8 billion
to Iran through the sanction relief, the administration should certify to American people that the money will not be used to advance terror, nuclear weapon, or violate human rights, Senator Kirk said. Administration should certify. دستگاه دولت باید بیاره، دلیل بیاره، قانع کنه ما رو که این در راه این نوع کسافتکاری ها خرجش نمی کنه. یه جایی فکر می کنم که صحبت بر سر این بودش که اسرائیلی ها در حقیقت یه لیستی رو بلند بالا 50-60 نفر از سران این حماس و این ماجراها در اختیار دارن و فکر میکنن که اینا رو باید یکی بزنن و امروز یکیشون به نام حسنین رو زده که این در حقیقت به همراه سه فرزندش، چهار فرزندان 14 ساله، 12 ساله، 9 ساله تو خونه شون زده اینو کشته، در حالی که فرمانده سپاه میگه منتظر اذن جهاد خامنه‌ای برای محو 24 ساعته سرسه. آقای کله پدر آدم دروغگو، اینا نشون میده که اینا در لجن گیر کردن، اینا تو لجن گیر کردن، راهی ندارن، مفری ندارن. تو عراق گیر کرده، سیاستش به گل نیست. آیت الله سیستانی دوباره به یارو مالکی گفت آقا مرد که برو کنار. آمریکایی گفتن ما بهش گفتیم این داعش داره میاد. تو عراق همه موضوعات چون به گل نشسته، همین آقای فعاد معصوم، هرچی هست، محمد فعاد معصوم، اومدن سرصدا کردن که آقا این یارو مرد که پاسپورت انگلیسی داره، این نمیتونه بیا رئیس جمهور ما بشه. محسن رضایی قالیباف کاندیدای آقای نوریزاده برای ریاست جمهور، چوب تعلیمی هم دستش گرفته بود میزه، حالا میگه نه، حالا بری بپرسی میگه نه. یه موش آدم های شیکم گنده، آرتوروزی مثل بدتر از من، دو قدم راه نمیتونم برم، اینا 800 کربلا از قدس میگذرد، ما از کربلا راه بیفتیم پیاده بریم. تو جرات داری بری تو عراق؟ خب بابا در میارن اونجا که گوش بده، گوش بده بخنده. سایت فتن تقدیم می کند. یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنیم. و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست. ما یک نعمتی خدا بمون این است.
یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنید. ما یک نعمتی خدا رو این است. خوش عکس بی خودیه ولش همه این حرفش همه دو کلم هست. یکی مثل آقای خامنه ای پیدا نکردیم که اینجور سر مردم رو شیره بمالن. به گزارش خبرگزاری صدای مسیحی ایران، نیروهای داعش روز 24 جولای مقبره یونس پیامبر را در شهر موصل عراق با استفاده از مواد منفجره منفجر کردند. مقبره مهمترین اثر باستانی و مذهبی شهر موصل است که در سال 138 هجری قمری بنا شد. یونس پیامبری بود در سده 8 پیش از میلاد مسیح از شمال ناصره که به دستور خدا به نینوا پایتخت آشور مسافرت کرد. او پنجمین پیغمبر از 12 پیامبر کوچک بنی اسرائیل، پسر متی و از نوادگان زبلون بود. وی در زمان پادشاهی رخایم دوم میزیست و پیروزی های قوم یهود را پیشگویی کرد. انظر یهودیان یونس پیامبر بود ولی یهودی نبود. اینم داعشی ها زدن، مثل اونایی که در اونجا در بامیان زدن مجسمه های بودا رو زمین، اینا هم در اینجا این کار رو انجام دادن. اما آقای محمد نوریزاد یه مطلبی رو تو فیسبوکش نوشته بود که الان دیگه این به سرعت همه جا پخش شده. می نویسد که ساعت 10:30 صبح رفتم خانه سینما که در محوطه جمعی از سینماگران برای حضور در راهپیمایی اجتماع کرده بودند. درود بر پرویز صیاد. درود بر پرویز صیاد. وقتی در فیدیوشو پخش کردم حتما دیدی. یه بار در واشنگتن اومده بود و در اون کانون دوستداران فرهنگ ایران تو واشنگتن صحبت میکرد. بعد یادش بخیر، خدا بیامرزش، مهداد مشایخی رو که پریدو با این کلکل میکرد، گوه آقا شما اینجوری میگی پا فوتبال، گوه آقا فوتبال با سینما یکی نگی، فوتبال با سینما دو مقوله مختلفه. فوتبال تو سنگ و بچه ها میزن تو خیابون شروع کنن فوتبال، سینما که باید امکانات دولت در اختیارت باشه، نمیتونی بدون امکانات دولتی بری فیلم بسازی که. پاسبان میخوای، کلانترین میخوای، وزارت راه میخوای، پلیس راه میخوای، همش یه سرش تو شکم دولته. آدمایی مثل شریفینی ها باید میرن فوتبال برزیل هم تماشا میکنن، عکس اونجوری هم میگیرن، بریش من تو هم میخندن.
از 57 تا حالا علاف کردیم ما را. ساعت 9:30 صبح رفتم خانه سینما که در محوطه جمعی از سینماگران برای حضور در راهپیمایی اجتماع کرده بودم. به جمعشان پیوستم. عزیزان و هنرمندی که من شناختمشان اینان بودن: فرشته طائرپور، مریلا زارعی، مونا زندی، منوچهر محمدی، رسول صدر عاملی، فریبرز عربنیا، مازیار میری، رضا میرکریمی، کمال تبریزی، آتالیا پرسیانی، عبدالحسین برزیده، علیرضا شجاع‌نوری، محسن علی اکبری، امین تاروخ، محمود پاکنیت، جواد نوروزبیگی، ابراهیم مختاری، فراد تویدی، محمد مهدی عسکرپور، جمشید گرگی، علی دکردی، آتش تقیپور، یدالله صمدی، جلیل فرجاد، غلامرضا موسوی، حسن پورشیرازی و ده ها عزیز دیگری که یک به یک می آمدن و به جمع حاضران پرستن. بعضی این اسما که روش تکیه می کنم برای اینکه یه سبقه ای ازشون دارم، بنابراین بخیال. کمی بعد به راه افتادیم و از محوطه خانه سینما بیرون زدیم به سمت خیابان انقلاب و از آنجا به سمت میدان فردوسی. شعاری در کار نبود و شعارهای که از مرگ بر این و مرگ بر آن از دهان کسی برمی آمد با اجابت چندانی مواجه نمی شد. معتقدم شعارهای مرگ بر این و زنده باد آن نه به مرگ جماعتی می انجامد و نه به زندگانی جماعتی درازا می بخشد، بل گوینده این شعارها را به ورطه بیخردی در میاندازه. در میدان فردوسی از جمع هنرمندان جدا شدم و راه رفته را باز آمدم. تشخیص این بود که حضورم در جمع معترضان به همین اندازه کفایت میکنه. من نرفته بودم که به خیر نمازگزاران بپردازم و جناب سید احمد خاتمی برایم خطبه بخواند و عربده های فقیهانه سر بدهد. رفته بودم بگویم من به کشتاری که در غزه صورت میپریزید معترضم، به همون نسبتی که اگر فردا مردم عادی اسرائیل مورد تعرض قرار گیرند به حمایتشان برخواهم خواست. در راه بازگشت به چادر کوچکی برخورد کردم که بر آن نوشته شده بود ماساژ صلواتی. داخل چادر ماساژور جوان و سپید پوشی بر پیکر مردی که دراز خوابانده بودنش دست میکشید. مرد دراز کشیده را بگو که به چه خلسه خوشایندی فرو شده. با تماشای این صحنه به ذات جمهوری اسلامی فرو شدن که در این سالها مردمان را دراز به دراز خوابانده و نه بر پیکرشان که بر فهمشان دست میکشن. مردم اندر فصلت فهم درست و در این معرکه عجبا که به چه تخصصی نیز دست یافته است. ماساژ بدن کجا و ماساژ فهم کجا؟ هر دو را خلسه خوشایند است. اولی اگر کمی بعد از بدن میگریزد، دومی اما نه که به جهالت آمیخته است. خوشایندیش به این زودی زدودنی نیست. میگویم راستی مگه همین روزها در عراق کشتاری وسیع در جریان نیست یا در سوریه؟ اگر در فلسطین این یهودیانند که مردمان مسلمان را به خاک و خون میکشند، در عراق و سوریه جماعتی از خود مسلمانانند که با نعره های الله اکبر سر میبرند و به مغزها شلیک میکنند. تلاش کردم نسبت متغایری میان کشتار در غزه و کشتار در عراق و سوریه پیدا کنم، اما جز به گزینشگری حاکمان جمهوری اسلامی دست نیافتم. در کشتار غزه و در مرگ بر اسرائیلی های مردمان گیج و منگ، حاکمان نظام اسلامی در ایران را منفعتی است که به بقایشان بهره میرسند. وگرنه شما روزی را تجسم کنید که نظام اسلامی ما مردم را به خاطر کشتار داعشی ها در عراق به خیابان کشانده است. پرسش این که مگر نظام نفعی میبرد از آن اجتماع؟ مردم در آن اجتماع شعار بدهند و مرگ بر که بگویند؟ مرگ بر داعشی؟ داعشی مگر کیست؟ آدم کش است؟ بیخرد است؟ قلچماق و بیفرهنگ و بیادب است؟ خب نمونه داعشی ها در دل همین حاکمیت خودمان مگر کم است که هم مسلمان و نماز شب خوانند و هم قاتل و بددهان و نفرت انگیز؟ نه دم همان اسرائیل گرم، توپ را به سمتی شلیک کن که اگر به جایی نیز بر نخورد، یک
تتلقی صدا در کنم. محمد نوریزاد امروز سوم مرداد نوشته. نکته جالب داستان در این استش دیپلمات ورزیده، گوش بده اینجا، اسمت چی بود؟ محسن کدیور. چی بهت بگم آقا، توف برود بیاد، شرم، کثیف، نجس، بی تربیت، بی وطن، بی هویت، عمامه به سر، فوشه، عمامه به سر، فوش، فوش میدم. احمد خاتمی تو میگه شعار دندگان نه غزه نه لبنان از ملت بریدن، امروز همه حکومت بر این میکوبی. مردم نگفتن نه غزه نه لبنان، همه گفتن هم غزه هم لبنان، جانم فدای رو. امروز حکومتت به این میکوبید، بر این تبله، تا سیه رو شود هر که در او قش باشه. تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. نرید اینا تو شکم غزه، اینقدر به غزه اهمیت نده، اصلا مهم نی غزه چی گفت چی نگفت. ببین در سوریه در عراق چه میگذره، خوب گفته بود. یه بار حسن دایی یخشونو گرفته بود، خوب هم یخشونو گرفته بود. تو اگه اومدی هر وقت ماجرای سوریه رو تعریف کردی، منم میام با تو راجب اسرائیل فوش میره. وضعیت سنجی منطقه یک سوریه در انقلاب اسلامی، با وجود کشته شدن 1700 تن در یک هفته از سوریه خبری نیست. 1700 نفر تو سوریه سر بریدن، هیچ کی حرف نمیزن، هیچ جمهوری اسلامی صداش در نمیاد. علی شاکری زند و اکبر گنجی و محمد سعیمی و همه این اوباش صداشون در نمیاد، چون او حاضره که خوزستان را بدهد ولی سوریه پایگاه مقاومتشه. کله پدر تو و مقاومت هر دو. درباره سوریه خبرها کمتر انتشار پیدا کرد، یکی بدین خاطر که خبرها درباره جنایت‌های اسرائیل در غزه و تاخت و تاز داعش در عراق و سقوط هواپیمای مسافری در اوکراین پرده گشتند و خبرها درباره جنگ کهنه سوریه را می‌پوشانند. اما دلیل مهمترش این است که هر دو طرف خبرهای جنگ را سانسور می‌کنند. در 23 ژوئیه 2014 ژان رون بیلارد، تحلیلگر خاورمیانه، اطلاعات و درباره جنگ مخالفان با رژیم و جنگ مخالفان با یکدیگر انتشار داد. عملیات قوای رژیم سوریه، عملیات نظامی در طول خطوط جبهه های پیشین در محله های جبار و زملکا واقع در همسایگی جبار ادامه دارد. ارتش رژیم یک موزه ارتش آزاد را تصرف کرده است. عملیات نیروهای شورشی، یک، مشکل میتوان وضعیت نیروهای شورشی را تشخیص داد، عمده بدین خاطر که انتشار هر گونه اطلاع ممنوع شده است و در جنگ میان آنها سردر آوردن از اینکه کی به کی است را مشکل کرده. با وجود این مخالفان مسلح رژیم اسد میگویند جنگ فرسایشی در پیش گرفتند تا که قوای اسد را بفرسایند. در 22 ژوئیه قوای دولتی حمله به مواضع شورشیان کردند که عقب نشانده شدند. دوم، نبرد میان جبهه اسلامی نزدیک به دولت سعودی و ارتش آزاد سوریه با داعش در جنوب دمشق. نبرد
دنباله جنگی است که با داعشی ها در شرق دمشق انجام گرفته و داعشی ها را از آن منطقه ران. اینان در جنوب دمشق متمرکز شدند. این شد که دامنه جنگ به جنوب دمشق کشیده شد و سبب راندن داعشی ها از این منطقه نیز شد. مقادیری عظیم از مواد منفجره و مواد غذایی به دست جبهه اسلامی و ارتش آزاد افتاد. جبهه اسلامی و النصره چه میکنه؟ جبهه اسلامی و النصره یا همون القاعده در شمال عراق در منطقه‌های تحت تصرف خود در کار برقرار کردن نظم و اجرای قانون شریعت هستند و میگویند از این پس با فساد و آسیب‌های اجتماعی به خصوص جرم و جنایت و خشونت مبارزه خواهند کرد. دوم، جبهه اسلامی که با پول و اسلحه عربستان خواستار تشدید ساختار شورای عالی نظامی است، عربستان سعودی بعد از خلع احمد طعمه از ریاست حکومتی که مخالفان تشکیل دادن که خود را منحل کرد، به چیدن مهرهای خود در صفحه سیاسی نظامی سوریه ادامه میدن. جبهه اسلامی که بزرگترین گروه مخالف رژیم بشار اسد است، خواستار تجدید ساختار شورای عالی نظامی شد تا که جنگ با رژیم اسد کارسازتر بگردد. به جای تردید نیست که در آینده نزدیک یک چند از سران این جبهه در شورای نظامی جانشین نمایندگان گروه‌های دیگر می‌شوند. در جریان ماه‌های اخیر جبهه اسلامی موفق شده است پیشروی قوای رژیم اسد را در شمال غربی و جنوب غربی سوریه متوقف کند و کوشش‌های ارتش سوریه برای پاره کردن زنجیر در شرق دمشق را خونسا کرده. در شمال شرقی دمشق نیز پیشروی کرده و این امر در دراز مدت کار مهار دمشق توسط رژیم را مشکل میکنه. با وجود این، جبهه اسلامی موفق نشده است از پیشروی داعشی ها در مناطقی از شمال و شرق سوریه جلوگیری کنه، به خصوص مانع پیشروی آنها در ایالت دیرالزور نزدیک عراق بگرده. به یمن پیوستن بیشماری از اعضای النصره به داعش، پیروزی داعش تسهیل شد. بدین ترتیب سوریه صحنه جنگی بس مرگبار و ویرانگر میان قوای تابع اتحاد سعودی ها و اسرائیل و آمریکا و ترکیه از سوی و قشون بشار اسد و سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از سوی دیگر شده است. در همان حال میان گروه های مسلح جنگ بر سر حسب یکدیگر جریان دارد. لذا نقش اول را پول و اسلحه و نفرات بازی می کند و قربانی اول نیز مردم سوریه و سوریه است که ویران می شود و امر بسیار مهم این که بیش از حمله بوش به افغانستان و عراق، القاعده در صحنه بود و مرکزی در افغانستان داشت. اینک زاد و ولد کرده و چندین سازمان مسلح پدید آمده که برخی از آنها به خون یکدیگر نیز تشنه. طالبان در افغانستان و پاکستان و القاعده و داعش و جبهه اسلامی و چندین سازمان که در لیبی و بوکو حرام در نیجریه و گروه‌های مسلح مسلمان و مسیحی در آفریقای مرکزی فعالند، ولایت مطلقه فقیه نیز زاد و ولد کرده است. ملا محمد عمر در افغانستان، خامنه‌ای در ایران، البغدادی در عراق و ابو محمد جولانی رهبر النصره هم در سوریه خلافت خیش را اعلام کرده. در یمن نیز خلافت اسلامی اعلام شده است. در همان حال قلمرو عملیات از افغانستان و پاکستان تا شمال آفریقاست. در کشورهای حوزه عمل این گروه ها تجزیه واقعیت جسته است. افغانستان میان قوای دولت و قوای طالبان تقسیم شده و منطقه پشتون منطقه نفوذ طالبان است. در عراق و سوریه منطقه های کرد نشین و سنی نشین و شیعه نشین و غیره عملا از یکدیگر جدا شدند. در 23 ژوئیه یعنی 2 مرداد خامنه ای گفته است تنها راه حل فلسطین مبارزه مسلحانه است و ساحل غربی رود اردن نیز باید مسلح شد. با توجه به طرز فکر و عمل او، یعنی اینکه در آنجا نیز میان گروه های فلسطینی جنگ بشود و در نتیجه حماس و جهاد اسلامی نیز بر این منطقه مسلط شود. دو رژیم، یکی رژیم سعودی و دیگر رژیم ولایت مطلقه فقیه، بیشترین نقش را به عنوان کارگزار نوع جدید جنگ صلیبی در منطقه دارند. نخستین جنگ های صلیبی با گسیل قوا از کشورهای اروپایی به فلسطین انجام گرفت و اینک با پول نفت کشورهای مسلمان
که غرب به ثمن بخش میبرد و با اسلحه‌هایی که با همان پول از غرب خریداری میشود جنگ صلیبی به سود حاکمیت غرب بر کشورهای مسلمان توسط خود مسلمان ها انجام میگرد، یعنی گروه های مسلح با هم میجنگند. ماهیت رژیم های اسرائیل، عربستان و ایران یکی هستند، چرا که هر سه روش النصر به رعب را به کار میبرند. برای اینکه نه آقا، برای اینکه هر سه شون مدعی هن که حکومت الله هن بر زمین. آقای نتانیاهو دنبال ایجاد گسترش سرزمین یهوده، وظیفه دینیشه. اون یکی هم که خادم حرم شریفینه، این هم که تخم ترکه امام علی و امام حسین و اصلا خود جنس دیگه، این خود اصلا شکل وافوره، این دیگه، این دیگه اصلا دیگه خود خودشه. سلیم ملیبی نداره که، سه تا الان با هم دعواشونه. حالا الله از بیخ بکنی سنگلابش کنی بفرستش به هوا، برش کردی سر خونهش همونجا که بوده. جنگ بستر اینه. صلیب ملی ما نمیفهمیم چی، میدونیم که سه تا الله میخوان تو منطقه حاکمت کنن، خب نمیشه همچیز، دعواشو میشه. یاد دعوا افتادم، باز یه جمله دیگه یادم افتاد. میدونی که این تعجب از این رفقای ما که عربی هم بلدن، مثل آقای نوریزاده، مثل این چالنگی که در سوره توبه میگوید بسم قاسم جباری، یعنی کسی که به نام خدایی که سرکوبگر جباران است، زورگویان است. این حرف بد نیست که اگه زورگو رو بخوایم بزنیم یعنی ما بدیم، همه چیز رو غلط و غلوط تعریف کردن. اینا عربی بلدن، من تو بلد نیستیم. خب پس تعمدی در کارش، قصدی داره. چیز بد نیست که، مثل اصولگراست. بعد اصولگرا باشی، صاحب پرنسیپ باشی، خط و خطوط داشته باشی، آدم بدی هستی؟ نه. همه چیز رو غلط کردن، مغلطه یعنی این دیگه. سه تا الله، یکیش عبدالوهابه، الله عبدالوهابه، یکیش الله خمینیه، یکی هم الله یهوه است. کدوم از الله ها باید با هم بجنگن؟ این وضعیت تنها حاصل سیاست آمریکا و اروپا به منزله دنبالرو در خاورمیانه نیست، بیشتر حاصل بی‌نقش شدن مردم کشورهای مسلمان در سرنوشت خویش است. نه عفیق، مردم و پاشو نکش وسط. مردم هیچ وظیفه‌ای ندارن. هر وقت یکی اومد گفت مردم بدون این پاپولیست داره دروغ میگه، بنی صدر رو همین موضوع با ایشا کتک خورد، مرکب بازم همونو تکرار میکنه. اصلا در سیاست مردم معنی نداره. نفهمیدی؟ کتکشو خوردی نفهمیدی هنوزم؟ نه آقا، اون مقصره که به تو میگه که جهاد در راه عقیده زندگی، یعنی جهاد در راه عقیده است. به تو میگه جهادی یعنی اینایی که میرن سلفی ها که اون بالا میندازن، یعنی جهاد، یعنی مثل خمینی اینا، اینجوری تعریفش کنه برات. درد از اونجا، نه مردم چیکار دارن، مردم بیچاره نون نرم بخورن،
مرده هاشون هم آزاد نیستن الان در اونجا. ای پای مردم چرا میشی وسط؟ نوایی به خیشتن کن که تو هم گناه داری. آخه تو گناه داری، گناه مال توه، مردم چه نقشی دارن؟ بیچاره مردم، مردم یه نونی در بیاره، آبی، یه نونی، دو غذایی به بچهش برسه، به زندگیش برسه، به همسایش خونهش رو رنگ کنه، باغچهش رو درست کنه، نمیدونم نابدونش خراب آب میده اونو درست کنه، کار مردم ایناست. مرده ای داره بره دفن کنه، عروسی داره بره جشن بگیره، کار مردم اینه. مردم کارشون نه رو بیان تو خیابون تفنگ بکشن رو به هم دیگه. که تعریف غلط میدید از کلمات. علت اینه که موفق نمیشوید. خوب بود جمعه گردی. این جمعه گردی، این دوتا جمعه گردی خیلی قوی بود. درود به اسماعیل نوری علم. اگه فهمش کنی، اگه مفاهمه باشه، درست کن. میگه نمیره حتی اونجایی که دنبال رضاشاه میگرده، دنبال پهلوی میگرده، نمیره دنبال اینکه اینا چه کارهای دیگه هم کردن، فقط دنبال گزمه و پلیس سیاسی و قلدری و یارو انداخت تو تنور رو نمیدونم یارو شلاق بست و اینا رو تعریف میکنه. خوش اینه دیگه، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. فهم نمیکنه داستان. پس از گسترش دامنه عمل گروه های مسلح به غرب و ضرورت در 23 ژوئیه 2014 حکومت نروژ اعلان خطر کرد که توطئه تروری طراحی شده، قرار است به زودی اجرا شود و مجریان کسانی هستند که برای جنگ در سوئد. دیروز عرض کردم خدمت دیگه، 50 تا لیست دادن که اینا یا در سوریه هستن یا در سوریه بودن یا به اینجا رفتن اونجا آمدن. پلیس نیروش زیاد کرده تو فرودگاه، تو ایستگاه قطار، تو میدونا، تو خیابونا، حواسشون جمعه. میگه این میاد ترقه بتره کنه، ما بی خودی نروژی سرخ و سفیده پر چی بخوایی بکشی؟ آقا بدبخت نروژی ها خودشون دارن از اینا. من یاد رفت تابستون یارو دیوونه رفت وسط کمپ بچه های مردم رو به مسلسل بست. خودشون دارن به اندازه کافی احمق و دیوونه، نیازی به تو نی. پیش از این محافظه‌کاران مجریان کسانی هستند که برای جنگ در سوریه رفته بودند، امکان دامن گستردن جنگ به غرب از سوی و این واقعیت که تجزیه کشورهای منطقه میتواند خطرخیزتر باشد، بدین خاطر که مهار گروه‌های مسلح را تا حد ناممکن مشکل سازند، از سوی دیگر سنجش آینده نزدیک و میان و دراز مدت قبل رو بران داشته است که تغییر تعادل قوا در منطقه را ضرور بداره. پیش از این محافظه‌کاران جدید آمریکا توسط حکومت بوش نقشه دموکراسی در خاوره بزرگ را به اجرا گذاشتن که پوششی بود برای طرح مشترک آنها و اسرائیل برای تجزیه کشورهای منطقه. این آقای بنی سر یه اشکال اساسی عمده‌ای که به نظر من داره اینه که خب اینا رو تو اگه بلد بودی اون سال 80 چرا اینا رو نگفتی که از سال 80 من اینا رو میدونستم؟ چرا سال 80 نگفتی؟ چرا تو اون دم انقلاب که نه رئیس جمهور بودی نمیگفتی اینا رو؟ من میدانستم، اما میدونستی بچه بچه نگفتی. چی مانع گفتنت میشه؟ اون چه مانع گفتن توست چیه؟ اون چی که من میفهمم
اینه که هرانا میگه که خالد عبدی یه زندانی که کرد بوده از زندان آزاد شده رفته عیدی فطریه خودشو در روز عید فطر بده به خانواده کسانی که در زندانه. پلیس اومده گرفته برده کتکش بزنه که چرا داری پول میدی به اینا؟ ها پول خودم دارم میخوام به اینا بدم، به تو چه مربوطه؟ نیمه کار ماندن مراسم احمد شاملو با دخالت نیروهای امنیتی. مردش هم آزاد نیست توی این مملکت، مرده هم مرده یارو میترسن. یکی از همین اوباشا دیدم که کاوه گذاشته بود توی چیز مردم ریپورت که اون یارو منتجب نیا گفته آقا اینا دلیل این که این اجازه نمیدن میترسن مردم ها جمعشن فوش به اینا. همه نگرانیش از این. اندیشکده کارنگی کیک البته اینا رو گفته، در گزارش نوشت اوباما از تمدید مذاکرات با ایران دو هدف رو دنبال میکنه. من ترجمه اینا چرا اصل خبر رو ریفرنسش نمیذارن اون زیر؟ حتی اگه خبر رو میخوای بگی اصل خبر رو میذاری، میگه آقا این مختصرش ایناست، اگه خواستی زبون فرنگیش اون زیر برو بخون. حالا بگذاری، بنیاد بین‌المللی صلح کارنگی نوشت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تداوم مذاکره هسته‌ای با ایران دو هدف بنیادین جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و مانع شدن از اقدام نظامی بر ضد این کشور را دنبال می‌کند. پس از آنکه تازه‌ترین دور مذاکرات فشرده هسته‌ای بستر برنامه هسته ایران به توافق منجر نشد، این مذاکرات 4 ماه دیگر تمدید شد. زمانی که توافق موقت هسته‌ای نوامبر 2013 حاصل شد در این باره که توافق جامع باید گردد در برگیرنده چه مسائلی باشد ناهمانگی بنیادی. یکی ایناست، اینا ولشون، یکی تریتوریه، یکی اگریمنت. ایران خواستار اینه که اگریمنت موافقت نامه بنویسه، اون میگه من موافقت نامه نمیسم، تریتی برات مینویسم، تو تریتی این داستان رو برات حل میکنم، ولی تو اگریمنتی در کار نخواهد. همه بس بسر ایران بسش بسر این که کاغذ بنویس نوکر، این که میگی بنویس تو کاغذ محمد، اون میگه من به هیچ که ننوشتم، به تو هم نمینویسم، ولی میتونی بری تا 5% با کنترل با بازدید فلا اینا بذاری ما بیم ببینیم، برو تولید کن، هیچ کاری باید نداره، هر غلطی میخوای بکنی بکن. اون میگه تو بریم، میگه آقا من نمینویسم، ولی تو برو داخل ایران حتی دلت میخواد کیکم من برات درست میکنم، میفرستم کیک زرد بذار وسط میدون شاه، دور جمع شید فریاد بزنید هلله بشید که شما پیروز شدید. همه این کارا رو بکن. هی ما بهت حرف زدیم، بهت گفتیم چرا دروغ میگی، من دروغ امر را یه جا دیگه الان همه دارن دروغ میگن، وقتی جملات رو تغییر میدن تبدیل به دروغش میکنن، این حق نره دروغ بگه، اینم دروغ میگه دیگه، چه کاری فرقش چه، اینم دروغ میگه. بیش از 40 فرمانده بلندپایه، محسن رضایی، نمدلی جعفری، علی شمخانی، یحیی رحیم صفوی، غلام علی رشیدیان، قاسم سلیمانی، محمد باقر قالیباف، مصطفی ایزدی از جمله امضا کننده های این بیانیه هستند. این فرمانده ها در بیانیه خود خواستار پایان هر چه سریع‌تر جنایت، کشتار و محاصره غزه را اعلام کردند. قطعا عواقب این حوادث بر عهده صهیونیست‌ها و دولت آمریکا خواهد بود. صفحات فیسبوک و سایت های نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز خبری از اعلام آمادگی ممدلی جعفری فرمانده این نیروی نظامی برای نابودی اسرائیل ظرف 24 ساعت در صورت اذن جهاد توسط خامنه ای رهبر این کشور منتشر شد.
صفحه متعلق به سپاه پاسداران در فیسبوک و سایت های افسران جنگ نرم و سنگری ها از جمله رسانه هایی هستند که این سخنان را منتشر کرده. به نوشته این سایت ها فرمانده سپاه پاسداران گفته اگر فرمانده معظم کل قوا اذن جهاد را صادر کند، اسرائیل را طی 24 ساعت با خاک یکسان میکنه. موشک های ما سال هاست برای پرواز بیقراری میکنند. این در حالیه که توی آمریکا کنگره نمایندگان سناتورها یخه آقا و بامارو گرفتن که آقا شما اگه میخوای این پوله رو برای ایران بفرستی حواست باشه که این پوله باید به ما یه سرتیفای بدی، یه جوری گواهی بکنی که این پوله رو اینا نمیبرن در ایران خرج کنن. و این تو ایران اینا رو میگه. یه مفتی در عراق میگه که شیخ رافع الرفائی مفتی اعظم عراق با بیان اینکه تمام ریشه‌های فرقه گرایی نفرت در عراق از حکومت ولایت فقیه ایران نشأت گرفته، گفت تمام فعالیت‌های خصمانه علیه سعودی و بحرین زیر سر نوری مالکی است. برید برای خودتون جلو یواش یواش بوق بزنید و حال کنید و سنگ بیاندازید در راه کسانی که دل در گروه ایران دارن. برید برای خودتون فریاد و الله شادیست. آقای شاهین نژاد رو ایمیل کردیم، ازش دعوت کردیم که به ما خبر بده، هنوز خبری نداده. اگر شما با آقای شاهین نژاد ارتباط داری، تماس داری، ازش دعوت کنید که بیاد و در حقیقت با ما یه گفتگو بکنه، ببینیم که این شیعه‌گری او چه معنی دارد، این هویت ایرانی و رنسانس ایرانیش چی میخواد بکنه، با این رنسانس چجوری میخواد این معذر رو حل کنه، چجوری میخواد این توپ پاره رو باد کنن. ما اینو بفهمیم. خسرو فروهر یادش رفت میزین که چه فضاحتی به سرش بردن در پاریس، پاریسی که عده رفته بودن که جانشون رو جان نسار بشن، تقلب کردن اونجا با خودشون کشتی گرفت، یارو دوم شد. اینم هم همونه، با خودش علیه خودش تقلب کرد. کلهی سود میکشه که اینا چه جور مردمانی هستن. اجازه بده که با این مطلب از حضورت مرخص بشم و آرزوی بهترین ها رو برای داشته باشم در این پایان هفته، اگر مرده باشد. از مسعود نورگان. دوم مرداد سالگشت درگذشت احمد شاملو، اگر مرده باشه. شاعری که به اعتبار آثار متنوع و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی تیزهوشانه و شجاعانه‌اش یگانه و کمتاست، شاعری که با کار سترگ و رعش برانگیز کتاب کوچه نام خیش را در کنار برجسته‌ترین پژوهشگران پهنه فرهنگ سرزمین ما نشان، پژوهشی ماندگار که همچون گردآورنده و خالقش بی‌مرگ و بی‌پایان خواهد ماند و مدام بر گستره و دامنه سبزش افسوده خواهد. در رابطه با چگونگی آغاز گردآوری این گنجینه فرهنگی شاملو گفته است: دوبار مجموع فیش‌ها و یادداشت‌های من از بین رفت. یه بارش آقای میبودی بلند کرده، حالا که قراره که خنجر بکشیم راستی راستی بیا خنجر بکشیم، خب چرا تعارف کنیم به هم دیگه. یه باری از این فیشا و یادداشت‌ها رو میبودی بلند کرد از شاملو. سودابه اینو برای من گفت، خواهرش. یک بار، یعنی سودابه سودی شاملو، تو همین سندیگو زندگی میکنه، چقدر انسان شریف و چقدر به میهن تیوی اشتاره. دوبار مجموع فیشا و یادداشت‌های من از بین رفت. یک بار بعد از کودتای 28 مرداد بود که به خانه ما ریختن و هرچه کتاب و یادداشت داشتن بردن و چون دیدن سیاسی نیست لابد همش را ریختن دور که فدای سر محمد رضا خان پهلوی. یک بار هم یادداشت‌های مرا یکی نگه داشت و به من نداد.
ما اونایی که نخونده ملاییم، یعنی نخونده مطلبو، میفهمیم که یکی که نگهداش کی بود که بهش نداد. این بار سوم است. همونطور که در مقدمه گفتم این بار را هم از آیدا دارم، یعنی دفعه دوم که از بین رفت برای سومین بار شروع کردم به جمع‌آوری مواد یادداشت، و این به سال 1344 بود. سال 1150 فرهنگستان زبان ایران از شاملو دعوت کرد به مدت 3 سال با آن فرهنگستان همکاری کند که این کار به تدوین کتاب کوچه کمک کرد. شاملو کار تدوین و تألیف کتاب کوچه را به تدریج با انتشار یادداشتایی که برای کتاب کوچه تهیه کرده بود در مجلات ادبی که سردبیر آنها را به عهده داشت شروع کرد و در مجلات خوشه و کتاب جمعه ادامه داد. سال 1155 از طرف دانشگاه کلمبیای نیویورک برای تدوین کتاب کوچه پیشنهاد کمک شد. شاملو نپذیرفت، تا که سرانجام مهر ماه سال 57 نخستین دفتر کتاب کوچه حرف آ در 342 صفحه توسط انتشارات مازیار در تهران منتشر شد. شاملو در پیشگفتار این دفتر نوشته است: کم و بیش 750 سال پیش دایدون که تاریخ خط چینی را تدوین کرد در اعتراف به کاستی‌های تألیف خیش نوشت: اگر میبایست چندان تأمل کنم که خامی‌های کارم پخته و کاستی‌های آن همه برطرف شود، نگارش این کتاب هرگز به پایان نمی‌رسد. دیگران نیز بارها این سخن را از فرزانه چینی به وام گرفتند، از جمله یکی ویلیام جیمز دورانت است. اما اگر تکرار سخن فرزانه چینی به وسیله دوران شکست نفسی بزرگوارانه استادی پژوهنده است که با اقدام به نوشتن تاریخ مرکب تمدن انسان به گفته خود او مبادرت به اقدامی تحورآمیز کرده که به آب‌بازی ماجراجویانه در گردابهای مرگبار میماند، تکرار آن در اینجا و در مورد کتاب حاضر چیزی جز اشارتی صادقانه به یک حقیقت نیست. فراهم آوردن این کتاب دست تنها و یک تنه کاری جنون‌آمیز بوده است، به خصوص که دو بار بخش عمده یادداشت‌ها و اوراق‌های آن بی‌رحمانه نابود شد. فرهنگ نویسی در معنای گردآوری و ضبط لغت‌ها، اصطلاح‌ها، تعبیرها و ضرب المثل‌ها کاری ارزشمند و مهم در عرصه فعالیت‌های فرهنگی هر جامعه است. در جامعه ما که چنین بوده و ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و علمی این کار نیز پوشیده نمانده است. از زمان‌های بسیار قدیم مردمان میهنمان صاحب کتاب فرهنگ یا لغات بودند. به برخی از آنها که تا حدی به نوع‌های امروزین فرهنگ نویسی نزدیک بوده اشاره می‌کنم. فرهنگ اندندراج که کتاب لغتی از فارسی به فارسی است، این اثر تألیف محمد پادشاه متخلص به شاد در هند و ایران است که در سال 1306 هجری قمری پایان یافت. از فرهنگ‌های مقدمتر از برهان قاطع فرهنگ جهانگیری تألیف میر جمال الدین حسین ابن فخرالدین حسن انجوی شیرازی، انجمن آرا، مؤید الفضلا، کشف و لغات، بهار عجم و هفت ملزم که در این میان فرهنگ جهانگیری در زمان سلطنت اکبر پادشاه هند به سال 1005 هجری قمری شروع و به سال 1017 هجری قمری پایان یافت، میتوان نام بود. بر این مجموعه فرهنگ اسدی یا لغتنامه فرس اسدی، فرهنگ پهلویک یا پهلوی، فرهنگ رشیدی، وفایی، نظام، از فرهنگ انجمن آرای ناصری، فرهنگ سروری، شعوری یعنی فارسی به ترکی، عباسی، قواس، میرزا ابراهیم و فرهنگ ناظم الاطبای میرزا علی اکبرخان نفیسی یا فرهنگ نفیسی 1343 انتشارات خیام یا فرنودسار و غیره را میتوان افزود. بعدتر نیز فرهنگ ها و لغتنامه های متعددی تدوین شد
که برای نمونه میتوان از فرهنگ دهخدا دارالمعارف بزرگ فارسی به سرپرستی غلام حسین مصاحب، فرهنگ معین، فرهنگ عمید و غیره نام بود. در کنار نامهای برده شده، افراد زیادی به جمع‌آوری فرهنگ عامه دست زدند. میرزا عیب‌الله اصفهانی، جمال خونساری کتاب کلثوم ننه را منتشر کرد که این کتاب از منابع اصلی تهیه کتاب کوچه بود. هانری ماسه، کورنل لوینر به جمع‌آوری آداب و رسوم مردم کرمان پرداخت. جمالزاده، صادق هدایت، جلال آل احمد، ناصح ناطق، محمود خلیقی، منوچهر ستوده، محمد جعفر محجوب و غیره. اما عرصه‌ای که احمد شاملو در کتاب کوچه کار کرده است، یعنی مجموعی شامل جامع فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبیرات، فولکلور، ضرب المثل‌ها، باور توده‌ها، آداب و رسوم، خوابگزاری‌ها، بازی‌ها، ترانه‌ها و چیستان‌ها و غیره، پهنه‌ای گسترده و نوآورانه بوده است و شاید به همین دلایل بتوان کتاب کوچه را نوعی دائره‌المعارف نیز دانست. پیشتر انجوی شیرازی نیز کار و تلاشی ارزشمند در این عرصه کرده بود، اما کتاب کوچه به دلیل ویژگی‌های محتوایی، روش تدوین و حجم کار، شاخص‌ترین اثر در این زمینه است. شاملو در رابطه با تلاش‌های انجوی شیرازی گفته است: انگار هیچ کس دلش برای هیچی نمی‌سوزد. استاد انجوی با آن همه شوق و علاقه آن دستگاه را پیریزی کرده بود و با آن خوبی پیش می‌رفت. در حقیقت برای تدوین فرهنگ توده نهضتی به راه انداخته بود که مردم سراسر کشور با شوق و شور تمام برای گردآوری فرهنگشان به تکاپو افتاده بود. چرا آن مرکز مباحثی تعطیل بشود؟ من واقعا قادر به درک پاره این مسائل نیستم. چرا باید با کسانی که از دل و جان میکوشند و به نان خالی میسازند و توقعی از کسی یا جایی ندارند اینجور خصمانه رفتار بشن؟ تدوین کتاب کوچه از نظر فنی، آوانویسی، شیوه تدوین مطلب و غیره مورد تایید و قبول تنی چند از صاحب نظران در این عرصه قرار نگرفته است و حتی سخن از وجود مطالب غیر لازم، نقل قولهای اضافی و غیره نیز گفته شده. اما همین صاحب نظران بر این واقعیت اشاره و تأکید دارند که در کتاب کوچه معانی گویا هستند و معانی ضمنی و عاطفی و انبوه لغات و اصطلاحات و تعبیرات برای نخستین بار است که در یک فرهنگ راه می‌یابد. فرهنگی که شاملو با دید و نگرشی خاص به سراغ آنها رفت. او میدانست فرهنگ و دانش توده فرهنگ و دانشی است که بیش از آن که تحولات سریع اجتماعی عناصر مختلفش را از بین ببرند باید ثبت شود. فرهنگ و زبانی که فرهنگ و زبان زندگی است که میتواند وسیله‌ای برای تفاهم معاشرت و به دست آوردن معرفت و انتقال آن باشد. زبان توده، زبان گفتگوی مردمان با پیرایه هایش حتی بخشی از فرهنگ معنوی جامعه است. گوشه هایی از ریشه های تغییر و تکامل هر ملتی است که مردم برای تغییران و تجدید تربیت خود باید آن را بشناسند و خلاقانه و نقادانه با اون روبرو شوند و زبان توده مردم باستاب بخشی از روان جامعه، نیروی افکار عمومی و ابزار مراوده و آموزش مردم هست. زبان ظرایف فرهنگی، چه فکری و معنوی، چه هنری و سیاسی است. مثل‌ها و ضرب المثل‌هایش باستاب وضعیت و ویژگی زندگی عمومی جامعه، اوضاع و احوال زمانه، شادی‌ها و مشکلات و آرزوهای مردم است و نیز نماد نادرستی‌ها و زشتی‌های جا افتاده در اندیشگی و رفتار توده است. شاعر آزادی گفته و نوشته است که من ده‌ها سال است که با بخش عظیمی از میراث اجتماعی من درگیرم، با فرهنگ توده که همه چیز از زشت و بد و خوب و زیبا و درست و نادرست و خرافه و خرد تجربی ناب در آن به هم تنیده و هیچ کسی هم حق کنار گذاشتن یا کاستن و افزودن و دستکاری عناصر آن را ندارد. با وجود این، وقتی در آن بر می‌خورم
به فرمایشاتی از قبیل ترک و حدیث دوستی قصه ترک و حدیث دوستی قصه آب و آتش است. از اینکه ناچارم این بی فرهنگی ضد ملی را صبر کنم عمیقا متأثر میشم. ترک و حدیث دوستی باید باشه، ترک و حدیث دوستی قصه آب و آتش است. از اینکه ناچارم این بی فرهنگی ضد ملی را ثبت کنم عمیقا متأثر میشم. یا هنگام ثبت جمله مگر جهود گیر آوردی، هرگز به خود اجازه نمیدهم چنان به خونسردی از کنارش بگذرم که ماحصل آن تأیید تلویحی حق تحقیر و آزردن اقوام دیگر باشد. برای من میراث ها وجود دارد، فرهنگ گذشته وجود دارد، فرهنگ امروز وجود دارد و البته فرهنگ فردا هم که ممکن است عناصری از فرهنگ پریروز و دیروز و امروز نیز در آن راه پیدا کند یا نکند وجود خواهد داشت. ما قیافه درونی جامعه را توی آینه داریم، به خودشان نشان می‌دهیم، بهش می‌گیم تو ناگزیری خودت را یه خود آرایش کنی. می‌بینی این شاخکایی که برای خودت گذاشته‌ای رو باید بریزی دور تا چهره واقعی خودت رو ببینی. اگر از این اثر واقعا این نتیجه گرفته شود، من و آیدا حس میکنیم عمرمان بیش از طول زمانیش مفید بوده است. ادامه انتشار دفترهای بعدی کتاب کوچه اما با مشکل و سد سانسور اسلامی مواجه شد. شاملی در همین رابطه گفته است: خب هنوز فرهنگ در مملکت ما یه زائده دست و پاگیر است، چیزی مثل یه دوم. وقتی میگوین یارو دوم در آورده یعنی رو زیاد شده. در واقع چاپ بعضی از کتاب ها هم نتیجه زیاد کردن روی مردم است. به حال ما داریم کار خودمونو میکنیم، امیدواریم بالاخره روز اینها دریابن. ظاهرن صلاح نیست فرهنگ عامیانه منتشر شد. شما ذیل بعضی از محورها را نگاه کنید، میبینید در یک جا فشرده شدن مثلا پاره ای از باورها چقدر لودهنده است. مثلا حواله تان میدم به ذیل ابراهیم در اوائل حرف الف که می شود جلد چهارم جزء همین پنج جلدی که منتشر شده. بخوانید و ببینید اصل انواع علمی چه شکلی تبدیل به یک مسخره شده. خب وقتی آدم اینها را بخواند و از خودش خندش بگیرد، به خیلی چیزهای دیگه هم ممکنه شک کنه. پس خطرناکه. عقاید توده را تدوین کردن و جلوی چشش گذاشتن خطرناکه. نشان دادن قیافه توده مردم توی آینه به خودشان چیزی است که اصلا صلاح نیست. شاملو در پاسخ به این سوال که آیا ادامه انتشار این کتاب در خارج کشور امکان پذیر است یا ترجیح می دهید ابتدا در داخل کشور منتشر شود، میگوید این کتاب هم منتشر بشه، چه در داخل چه در خارج کشور. مطمئن من در داخل ایران زندگی می کنم و از وطن خود حاضر نیستم بیرون بیام، چون به هر حال این اثر مورد بغض و کینه قرار گرفته. در هر گوشه دنیا که منتشر شود به احتمال فراوان امنیت کاری مرا به خطر می اندازد. البته می شود قسمت هایی از اون رو سانسور کرد و کنار گذاشت اجالتا برای آینده، و قسمت هایی که امنیت کاری آدم را به خطر نمی اندازد منتشر کرد. ولی خب فایده این کار چیه؟ من ترجیح میدم همه این کتاب 50 سال دیگه در بیاد، 100 سال دیگه در بیاد. حتی فکرش هم نباید کرد که اگر امروز در بیاید سال دیگر اثر خواهد گذاشت. شاید هزار سال دیگر اثرگذار نشود. ولی این هزار سال در مقابل همیشه زمان ناچیزی. حالا میگوییم 100 سال دیگه. پس شاملو پرسیده شد: آیا شده است که به خاطر اجازه نشاش به خود سانسوری پردازی؟ پاسخ داد: نه. برای اینکه اجازه دادن به سانسور شدن به عقیده من یه نوع تسلیم است. من حتی ترجیح میدم اثری را که دستور میدن مثلا فلان جایش را باید حذف کرد اصلا منتشر نشود. اینه که میتونه بگه عدوی تو نیستم ابلها مردا، اینه که میتونه بگه ابلها مردا عدوی تو نیستم انکار تو هستم. خمینی بگه و فلان جاها در کتاب کوچه فراوانه.
اینها چند نمونه. آخوند یعنی صاحب عقاید پوسیده. آخوند یا ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. آخوند نباشد درد و غم. اگر به دعای بچه ها بود یه آخوند زنده نمیمان. شمر و یزید اگر برای امام حسین و اهل بیعتش بد بودن، برای آخوند و روزخان که خوبن و از این دست. و شاملو نیز نیک میدانست فلانجاها همه اسراره. آن وقت که با عام یعنی توده های مردم گویم سخن، آن را گوش دار که آن همه اسرار باشد. هر که سخن عام مرا رها کند که این سخن ظاهر است سهل است، از من سخن من بر میوه نخورد هیچ بر، از من سخن من بر یا میوه نخورد هیچ نصیبش نباشد، بیشتر اسرار در آن سخن آن گفته شود. شاملو درباره حجم و مشکلات کار گفته است این کتاب از حرف آ تا حرف ی 33 حرف است که بعضی حروف آن حجیم تر خواهد بود، مثل حرف آ 1059 و حرف الف 1654 صفحه است، در حالی که حروف دیگری چون س و ژ از یکی دو صفحه بر نمی گذرد. برخی معطل ماندن انتشار کتاب کوچه را معلول بیهمتی جامعه ناشران دانستند. شاملو البته این ادعا را قبول نداشت. بگذارید دفتر ششم را مثال بیاورم که در سال 1361 آماده پخش شد، ولی در سال 1372 یعنی 13 سال بعد منتشر شد. بفهمید اینم واقعا متهم ردیف اول این پرونده که بود، مؤلف یا ناشر یا بیهمتی جامعه ناشران. دوستان عزیز، همکنون سال هاست که دست کم در مجموع 13 دفتر آماده است که فقط ظرف چند روز به بازار کتاب عرضه شود. مجلدات حروف ت تا خ 6 حرف بدون فهرست نیز برای حروف چینی آماده است. به این ترتیب ملاحظه میکنید که نه مؤلفان در کار خود کوتاهی کردند نه انتشارات مازیار. بدین ترتیب خدا رحمت کند آموزگار حساب دبستان ما را که مسئله های از این دست مطرح میکرد که پارچه فروشی 3 کوزه ماست خرید تعیین نمایید مساحت باغچه را. و بدین گونه جانکاه و طاقت فرسا کتاب کوچه به حیات جاودانش ادامه داده است. رضا برهانی در مقاله با عنوان صد پا به گرد آن پا نرسد که بعد از انتشار خبر قطع پای شاملو به دلیل عوارض بیماریش منتشر کرد، درباره کتاب کوچه و خالقش نوشت: ماجرای کتاب کوچه احمد شاملو بیشباهت به حماسه پایان ناپذیر نیست. کتاب کوچه کتاب قصه شناختی و زبان شناختی پشت سر قصه ها و امثال ما و زبان مخصوص آنهاست. فقط تخیل شاملو میتواند چنین چیزی را تصور و به واقعیت نزدیک کند. زادگاه کتاب کوچه گویا برمیگردد به زمانی که او به حق فکر میکرد زبان مردم ارزشی والاتر از زبان ادبا دارد و باید سرسپرده آن شد تا از نعمت آن خود و دیگران را بهره رساند. از قرار معلوم شاملو از زندان پس از کودتای 1953 سیاه در ایران مدام یادداشت برمی‌داشت و فیش می‌نوشت. کاری به این عظمت را در کشورهایی که منطق فرهنگی بر آنها حکومت می‌کند کسی یک تنه انجام نمی‌دهد، ولی به نظر می‌رسد کشور ما فقط کشور رستم و اسفندیار نیست که برای رسیدن به مقام قهرمانی باید هزار خطر را به جان خرید، بلکه کشور هرکول‌های فرهنگی مثل دهخدا احمد کسروی و احمد شاملو هم هست. یک تنه به سراغ تخیل فولکلوری که یک ملت چند سر عائله رفتن و قدرشناسانه و فروتنانه و در این حال مشتاقانه و آزمندانه یاد گرفتن و یادداشت کردن. از این نظر شاملو گرچه دانشمند به معنای امروزین کلمه نیست، قابل مقایسه با ابوریحان بیرونی است و اگر جنس عوض کند ساینتیست شهرزاد قسطگوست. این آدم ها
فردوسی، ابو ریحان، ابن سینا، سهروردی، دهخدا، شاملو سر و گردنی از همگان بالاتر می ایستند. این جنم از آن جنم های پیغمبران عهد عتیق یعنی هومر یونان، فردوسی طوسی، ابوالفضل بیهقی، مسعودی مروج الذهب، اووید رومی، دانته الگری ایتالیایی، جفری چسر و شکسپیر انگلیسی است که مدونان بزرگ تواریخ و قصص و روایات خیالی ملل خویشن. این قهرمانان بزرگ فرهنگی به نثر، به شعر و به زبان تاریخ و قصه و مثل و متل جهانهای مخفی مانده ملل خویش را درونی کردند و اگر از خودگذشتگی و فداکاری و غیرت اینان نبود، امروز بخش عظیم فرهنگ جهان در اقیانوس نسیان غرق میشد و چه بسا که بسیاری چیزها غرق شدند و ما از آنها هرگز باخبر نخواهیم شد. بعضی ها اگر صد پای سالم داشته باشند به گرد پای این مرد یک پا نتوانند رسید. چنین شخصی حق دارد به مدعیان رقابتش حتی پوزخند هم نزند. وقتی که توجهاتی را اطلسوار با شاهرگ و شانه و گردن و سینه بالا میبری، جزایر و شبه جزایر و حتی دریاهای قران و طوفان کجا توانند به تو رسید؟ و مردم فقیر و معصوم کشور ما باید بوسه بر چشمهای خسته این مرد بزنن که یک تنه این همه را گرد آورده، اول به این در رو آن در و در چه و در چه ناکسانی خدایا زده تا جایش را بر عهده گیرند یا تا چاپش را بر عهده گیرند و نهایتا به این نتیجه رسیده که تنهاست با دو دست خود و با دو دست نوازشگر و مهربان زنش، با عشق به کار خود، عشق زنش به او و عشق خود او به زنش و کارش. آیدا سرکیسیان درباره ادامه کتاب کوچه گفته است: کتاب کار کتاب کوچه هیچ وقت تمام نمی شود. تا زبان فارسی هست، تا ملت ایران هست، این کار ادامه خواهد داشت. دیگر از اینجا به بعد را سپرده دست من. دو سال پیش یک روز صبح داشتم کار میکردم که شاملو حق‌شناسانه گفت این زحمتی را که تو برای زبان فارسی میکشی هیچ مادری برای اولادش نکشیده. سال 1185 اساسنامه بنیاد کتاب کوچه پس از تدوین و کارشناسی با حضور آیدا سرکیسیان، سیاوش شاملو، پروفسور جمشید لطفی، استاد ضیاءالدین جاوید و مدیر انتشارات مازیا، ناشر کتاب کوچه به امضای اعضای بنیاد کتاب کوچه رسید. این تفاهم خجسته پس از مدت ها انتظار بر لبان دوستداران و عاشقان آثار احمد شاملو تبسم را به لبخند نشاند. سیاوش شاملو گفت بر اساس سنت مرسوم و شناخته شده در چاپ آثار نویسندگان و شاعران در جهان پس از درگذشتشان توسط ناشران، ما نیز در تشدید چاپ آثار زنده یاد احمد شاملو به همان شیوه شناخته شده هیچ گونه دخل تصرفی در مد وارد نکردیم و نخواهیم کرد و در موارد شیوه نگارش و ساعت بندی دقیقاً به متن مورد تایید شاملو وفادار خواهیم. 12 سال پس از درگذشت شاملو، اسفند ماه سال 92، بابک کاظم‌زاده مدیر انتشارات مازیار با اعلام اینکه خبر کتاب کوچه احمد شاملو در محاق است به ایسنا گفت جلد 12 کتاب کوچه شامل حرف چه در 600 صفحه تدوین شده و در تیر ماه سال 91 برای گرفتن مجوز نشر به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته. اما مسئولان وقت اداره کتاب وزارت ارشاد از ما خواستند به جرح و تعدیل این کتاب دست بزنیم تا مجوزش صادر شود که ما نپذیرفتیم و کتاب هم منتشر نشد. حرف چه کتاب کوچه
دوازدهمین جلد این مجموعه است که به گفته کاظم‌زاده در صورت منتشر شدنش جلدهای بعدی آن هم از سوی خانواده شاملو آماده انتشار می شود. غلامعلی عداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ به ایسنا درباره آخرین مجلد کتاب کوچه احمد شاملو که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فرهنگستان ارجاع شده تا بررسی ارسال داد، فرهنگستان وظیفه ممیزی کتاب را بر عهده ندارد. ما ممکن است کلیاتی درباره هر فرهنگی بگوییم، اما این را که چه کلماتی باید بیاید یا نه وزارت ارشاد باید بگوید و وظیفه فرهنگستان نیست. البته اگر وزارت ارشاد از ما همکاری بخواهد در این باره نظر می‌دهیم. در گذشته هم مشورت ها بوده، اما مسئولیت ممیزی با وزارت ارشاد است. او در پاسخ به اینکه آیش مشخصا درباره این کتاب اطلاعی دارد گفت: بله اطلاع دارم و به فرهنگستان ارجاع شده. نظر مشورتی من را هم به ارشاد دادیم، بروید از آنها بپرسید. تو فکر کن مثلا راجب شاملو یه علاقه موسیقی، یه مطلب تریاکی مثل مثلا حداد عادل شیره‌ای بخواد نظر بده. معلمی، اینا معلمایی بودن که دختر بچه ها تو مدرسه انگولکشون میکردن. اون یارو چی بود؟ رجایی. بچه های ادیب پیشاوری زندن، دخترایی که اهل مدرسه ادیب پیشاوری بودن، بیان توضیح بدن که با این یارو مرده چی میکردن سر کلا. دیدی این فیلم در اومده دخترها چجوری سر به سر آخونده میزنه؟ حاجی ما رو میگیری؟ حاجی سیغه میکنی؟ چرا نمیگیری؟ دیدی فیلم رو کن؟ اینو دوره شاه با اینا میکردن. هستن بچه های ادیب پیشاوری نارمک بپرسید، فقط کمالی ها نیام به زخرف بگن. تیر ماه سال 93 عسکر پاشایی سرپرست آثار احمد شاملو درباره راه اندازی سایت کتاب کوچه گفت: طراحی شاکله اصلی این پایگاه غنی در قالب سایتی قابل دسترسی است. این پروژه سنگین دارای دو بخش کلی است که شامل کتاب کوچه نوشته احمد شاملو و دیگری کتاب کوچه به عنوان یک ژانر در حوزه ادبیات و فرهنگ شفاهی ایران زمین میشه. در بخش نخست متن کتاب‌های منتشر شده به اضافه متن فیش‌های منتشر نشده مؤلف به صورت الکترونیکی در آمده و قابل دسترسی است. اما در بخش دوم که قصد داریم آن را ویکی کوچه بنامیم، مردم نیز دارن شرکت میکنن و میتوانن از سراسر ایران با هر قومیت و فرهنگی به این دانشنامه بیفزاین و آنچه در رابطه با ماندگاری و رشد کتاب کوچه شاهدیم. تایید نظر دکتر اسماعیل خویست که گفته است کار کتاب کوچه هنوز پایان نیافته است. طبیعی هم از که پایان نیافته باشد، نخست به این دلیل که فرمان فرمایی آخوندی این کتاب را خوش ندارد و کتاب و کار آن ناتمام است، همچنان که کار ده خدا نیز در لغتنام نویسی و واژه نویسیش به زمان زندگی خودش پایان نیافت. اما دیدیم که پس از مرگ ده خدا نخست بنیادی به نام او شکل گرفت و آنگاه پژوهشگران دیگری کار او را دنبال گرفتند و واژه‌نامه ده خدا سرانجام از چاپ بیرون آمد. من تردید ندارم که به زودی بنیاد شاملو نیز شکل خواهد گرفت و از این بنیاد یک پژوهشکده برخواهد آمد و پژوهشگران دیگری به شیوه کار خود شاملو کار او را ادامه خواهند داد و مهم این است که خشت بنا را همچنان که ده خدا احمد شاملو بر زمین نهاد و درست بر زمین نهاد و پی کاخی راری که تا ثریا راست همچنان بالا خواهد رفت و کاخی خواهد پدید خواهد آمد و آمده است که به گفته فردوسی از باد و باران گزن نخواهد یافت. اینم مطلب نازنین میهنیار ما مسعود نقره‌کار بود در مورد شاملو اگر مرده باشد. در این مقوله بسیار صحبت از فردوسی و
غیره شد. عرض میکنم کتاب شاهنامه فردوسی، کتاب مقدس ایرانیان، کار آقای سهراب چمنارا رو میتونید از طریق شرکت کتاب یا از طریق ما دریافت کنید. قیمت کتاب 20 دلاره. برای ارسال به خارج از مرز آمریکا، مکزیک، کانادا، فرق نمیکنه، اروپا، ایسلند، نیوزلند، هر کجا که هست، حتی در غزه هم قیمتش 23.99 دلار و برای در داخل آمریکا 6.99 دلار از طریق فدکس این کتاب برای شما ارسال میشه. دوستانی که تاکنون منای آقای روزبه نازنین که تماس گرفت و کار درست کرد، دوستانی که درخواست این کتابو کردید اصالت کنید. ما نیاز داریم، فدکس در حقیقت نیاز داره که آدرس شما و شماره تلفن شما رو داشته باشه. این کار این شرکت های پست خصوصی مثل فدکس و یو پی اس و اینا هست که تلفن شما رو حتما لازم دارن، چون وقتی میارن در منزلتون یا اون محل آدرسی که ارائه دادی و نبودی، حداقل بتونن با شما تماس بگیرن که ما اومدیم پیام گذاشتیم نبودی، تکلیف چیه؟ اگر در این مدت مراجعه نکنی، خب ما این محموله پستی شما رو بر میگردونیم. اینه که ما نیاز داریم عزیزانی که درخواست کردی براتونم ایمیل فرستادم. اگر که میل دارید شماره تلفن، میل داری برای اینکه پولش دادی، خب شماره تلفنتون رو لازم داریم که این تلفنتون رو بدید که ما بتونیم کتاب رو برای شما بفرستیم. شما اگر تمایل دارید که کتاب رو داشته باشید اصالت کنید، با ما تماس بگیرید، آدرس تلفنتون رو بذارید، ما از طریق آدرس و تلفن شما با شما تماس میگیریم و این داستان رو با همدیگه پیش میبریم. امیدوارم که بالاخره کمک کنید و این داستان درست پیش برود. اجازه بده که میخواستم برم ولی شما نمیذارید من برم. من حالا که صحبت شاملو شد، من این شعر شاملو رو خیلی دوست دارم، یعنی اینکه همه ماجرا در این داستان است، این تعریف همه جهاد در راه عقیده است. زندگی یعنی جهاد من الحیات، جهاد من عقیده، این همه اون داستان. میگوید که باید استاد و فرود آمد، میدویی حرکت میکنی مثل اسب، همش در حال حرکت و علیان و شوق و شوری، ولی میگه بالاخره یه جایی باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد. میدونی که اون دوره گذشته درهای خونه ها رو کوتاه میگرفتن برای اینکه اینا با اسب میومدن تو خونه و با شمشیر میزدن سر همه رو، اینا برای اینکه اینو فرود بیارن درها رو کوتاه میگرفتن که این مجبور شه، که سوارکار مجبور شه که از اسب پیاده شه و نتونه با اسب وارد خونه بشه و شمشیر بزنه. این صحنه رو تو ذهنت داشته باش. میگه باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه نداره، چرا که اگر بگاه آمده باشی دربان به انتظار دوست، و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه هسته پسان به که فروتن باشی، کوتاه هسته پسان به که فروتن باشی. آینه نیک پرداخته توانی بود آنجا، آینه نیک پرداخته توانی بود آنجا، تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده باور توست، نه انبوی میهمانان که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبه شاید اما جنبنده ای در کار نیست، نه ارواح و نه اشباح و نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشینگاف سر به مشت، نه شیطان
بهتان خورده با کلاه بوغی منگوله دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیتی محض. چرا؟ که در غیاب خود ادامه میابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذرت از آستانه ناگزیر فرو چکیدن قطره قطرانیز در نامتناهی ظلمات دریا. ای کاش قضاوتی در کار. شاید اگر توان شنفتنت بود، پژواک آواز فرو چکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی‌خورشید چون رست آوار دریغ می‌شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است، بی ردای شوم قاضیان. ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطرت تا جاودان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد. این ردای شوم قاضیان همون دادگاه شرعه. در همین الان هم که نگاهشون کنی میبینی که قاضی ها از این شال و کلاه آخوندار رو تنشون میکنن. قاضی شرعه بودن. چه تحولی صورت گرفت که اینا اما داوری آن سوی در نشسته است، بی ردای شوم قاضیان. این برای همین میگه ردای شوم قاضیان. ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطرت تا جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد. تا قیام تنها چیزی که ازت یاد میکنه همین قضاوتی است که در مورد تو میکنه. بدرو چنین گوید بامداد شاعر. رقصان میگذرم از آستانه اجوار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر. نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت برکه‌ای. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان. تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریکه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. این پاسخ به اون مولوی است. ملک پران شدم، نمیدونم نما جامی شدم از این حرفا. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین شدن و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بستم آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان دربر کشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و
آنک اشارت درمان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به ودا فراپشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چنین گفت بامداد خسته. او سعادتمند بود برای اینکه معتقده که درسته که فرصت کم بود، بس کاری سخت و جانکاه، سفر سخت و جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم. این سعادته که انسان به نقطه‌ای برسه که بتونن تا ادوار تاریخ و جاودانه اون رو یادآوری کنن. فردوسی رو اینجور داوری میکنه، شاملو رو اینجور داوری میکنه، رضا شاه رو اونجور داوری میکنه، محمد رضا شاه رو اونجور داوری میکنه. توپ پاره پوره هم نمیشه با تلم به باد کرد، نمیشه به یارو آخونده بگی سکولار. معنا و مفهوم سکولار عدم تبعیض است. هیچی نباید دیستینگویش باشه، هیچی نباید بر اون دیگری یه مور برتری داشته باشه. بازم ممنون که برنامه میان تیوی رو دنبال میکنی. از همه شما خوبان و نازنینان سپاسگزارم. اگر این برنامه مورد توجه شما هست، اصرار لطف کنید در توضیح و نشر اون با ما یار باشید. از طریق فیسبوک و تویتر، گوگل پلاس و یا حتی اکانتی داری در بالاترین، این ویدیوها رو در اونجا شیر کنید. از شما ممنونم. و بعد هم آخرین خواهشم این هستش که اصرار لطف کنید و به این فن پیج ما بیایید، عضو فن پیج ما بشوید. بله مصادف است دیگه، امروز فکر کنم 4 و 5 دیگه. بله مصادف است با سال روز درگذشت این دو پادشاه سلسله پهلوی، اعلیحضرت رضا شاه بزرگ، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، ابرمردان تاریخ ایران زمین. یاد شما در قلب بازماندگان ایرانیان راستین و سپاسگزار همواره گرامی است و نام بزرگان لوح زرینی است بر دل ما عاشقان عصر طلایی پهلوی. مطمئن باشید ما عاشقان ایران زمین با عشق به ایران و ایمان به شهریار ایران و شهبانو فرای پهلوی عزیزمان را دوباره آباد و آزاد و اصل طلایی پهلوی را به ایران باز می‌گردیم. از پروردگار خواهانیم اونقدر نور بر تربت پاکشان بتابد که منشأ تبلور فروزندگی خورشید تابان شود. بسیار امیدوارم در راهتون پیروز باشید، موفق باشید، شما بتونید که توپ پاره پوره رو باد کنید. اگه یک چنین معجزه‌ای رو شما تونستی صورت بدی، برو توی سازمان جهانی ثبت اختراعات و اکتشافات کتاب گینیس اونجا ثبتش کن، بگو من این توپ پاره پوره رو میتونم با تلمبه بادش کنم. بازم ممنون، سپاسگزار. در انتظار دریافت کمک مالی هستیم. ماه به پایان رسید رفقا، دوستان، بینندگان، کف نزن بر ما. ما احتیاج به کمک داریم، به کمک مالی داریم که بتونیم این راه رو با هم پیش بریم. اگر نه اجامر و اوباش دارن کارشون رو میکنن، همه ترجمه های قلعه عراق رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی 5 سال پیش، چندین سال پیش میشد امروز عراق رو پیش بینی کرد. همجوری ببافیم و بریم جلو، همجوری بگیم و حال میکنن دیگه. قصه رو دوست داره، واقعیت تلخ رو هیچ کی دوست نداره. ممنونم، بازم سپاسگزارم. بارزو این که آخر هفتهی پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشید. مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ممنون.